آیا مولوی مهدی مجاهد تا هنوز در کشور ایران زنده است؟ حقیقت اصلی زنده بودن مهدی مجاهد چیست؟ شایعه زنده بودن مهدی مجاهد چگونه پخش شد؟ او آیا در ایران زیر حمایت و پشتیبانی دولت ایران زندگی می کند؟ این ضبط صوت آیا زنده بودن مهدی مجاهد را ثابت می سازد؟ در ادامه این ویدیو با جزئیات بسیار مهم و حیاتی این موضوع را برای شما عزیزان خواهیم گفت. پس در ادامه این ویدیو با چینل پرژن سیتی با ما همراه باشید. در دو روز گذشته خبرها از زنده بودن مهدی مجاهد فرمانده جدا شده و ناراضی طالبان در ایران نشر و پخش می شود که گویا مهدی مجاهد بعد از این همه داستان زنده هست و در ایران به سر می برد. این خبر عجیب در رسانه های اجتماعی هم بسیار گسترده نشر و پخش شد و توجه های زیاده را به سوی خود کشاند. ولی خب حقیقت این ماجرا چیست؟ اولا شماهایی که اخبار مهدی مجاهد را از این دریچه دنبال میکنید باید بدانید که خبر حضور مهدی مجاهد در ایران یک شایعه است و هیچ خبری از حضور او در ایران تایید نشده است. دوما حقیقت زنده بودن مهدی مجاهد هم یک شایعه است، هرچند که خبرها از زنده بودن او و دیدن مجاهد در بامیان هم از سوی برخی منابع آن هم معتبر نشر شده بود. ولی این هم درست از آب در نیامد و به احتمال 90% مهدی مجاهد از سوی طالبان کشته شده است. این خبر در واقع از سوی طرفداران مهدی مجاهد بیشتر در رسانه‌های جمعی نشر می‌شود، ولی باید پذیرفت که مهدی مجاهد دیگر دستگیر شده و در دست طالبان افتاده است و اینکه آیا او زیر حمایت دولت ایران در ایران به سر می‌برد، این هم یک خبر نادرست است که این روزها خیلی هم باز نشر می‌شود. طالبان در یک نوار صوتی که در آخر ویدیو برایتان نشر خواهیم کرد، حکومت ایران را مبنی بر فراری دادن مهدی مجاهد متهم می‌کنند و این یعنی این ایده هم اشتباه است، هرچند که برخی منابع به نقل از منابع اطلاعاتیشان از دستگیری مهدی مجاهد و سپردن او به سربازان مرزی افغانستان در بدل معامله سخن می‌زنند. باید خاطر روشن کنیم که دستگیری مهدی مجاهد کاملا از سوی طالبان قطعی شده و هیچ جای برای شک در این قضیه وجود ندارد. این نکته است که حتی از سوی خانواده و دوستان مهدی مجاهد نیز تایید شده است و خبرهای مبنی بر حضور او در ایران و یا هم ساحات در افغانستان اشتباه است و نادرست است. خوب این اخبار بود که بر اساس این شواهد برای شما بینندگان عزیز نقل قول کردیم. اگر یکی از شما از نزدیکان مهدی مجاهد هستید و اطلاعات ویژه در پیوند به این ماجرا دارید، یا در کامنت و یا هم از طریق صفحه فیسبوک پرژن سیتی میتوانید برای ما پیام کنید. خیلی ممنون که بیننده این ویدیو بودید. تا اخبار بعد در این مورد، خداوند یار و یاورتان. بله، السلام علیکم و رحمت الله. رانما صاحب خوب استی؟ بخیر استی جان؟ جور است، دیوالا جور است. بله الحمدلله، الحمدلله. امشب ساعتی دو بجه شب مولای مهدی از قریه بنیاد مرز اسلام قلا دستگیر شد. از داخل یک حولی، داخل یک خانه خواب بوده، استراحت بوده، میخواسته که ساعتی 4 بجه صبح حرکت کنه طرف ایران بره. الحمدلله قبل از اینکه به هدف خود برسه دستگیر شد. از شب یک دو سه دانه سیمرغ آمده بود سر مرز همینجا از طرف ایران، میخواست مهدی را انتقال بده. مامورین ایرانی بود، استخبارات ایران بود، اینا میخواست مولای مهدی را انتقال بده که الحمدلله کامیاب نشد، موفق نشد. او ساعت 2 بجه شب استخبارات اسلام قلعه توسط مولای سبع عبایده خیلی زحمت کشیدن او بالاخره موفق شدن که از یک قریه به نام بنیاد میگه که از اونجا یک مرز است، نزدیک است از دمی قریه، مرز قاچاقی است، اینا میخواست تیر شوه. خب اینا را گیر کردن که شب اونجا کدام قاچاقبر فرار میکنه، اینا توسط دربیندار میبینه و بعد از اینا نزدیک میاد و قریه داخل میشه و قریه را محاصره میکنه، به خانه تلاشی شروع میکنه. از یک اولی داخل یک خانه مولای مهدی خواب بوده، او دو سه زنگ هم برش آمده بوده، بیدار نشده بوده. مهدی خواب بوده، مهدی را دستگیر میکنه. دوشش کل از سرش هم لوچ هسته، کلام نداره، ایچی نداره، ای لنگوی سرش هستی در یاسات وزخشش میگیره. الحمدلله دستگیر شد. شب ساعتی 2 بجه شب دستگیر شد. السلام علیکم و رحمت الله.